سلام آقا رضا، صبحتون بخیر. امروز قسمت 11 از مستند ساخت کمپرمونه. بفهمید که امروز برنامه‌مون چیه. امروز می‌خوایم روی کابین حمام کار کنیم و روشوییش. فعلا داریم از روشویی‌های موجود فروشگاه می‌بریم تست بکنیم ببینیم کدومو می‌پسندی. اگر هم چیزی نپسندید در نهایت می‌ریم برای ساخت یه روشویی. بریم ببینیم بهش می‌خوره عبادش. دنبال چه میگردی؟ بذار ببینم این، بذارش این طرف ببینم یه دونه جالیوانی رو ببریم در میاد ازش؟ نه خیلی زیاده متاسفانه. بله اگر که با این اوکی هستی، کنج خالی اینم هست، زیرش کمد داره. اوکی میتونیم روشوییشو این کنجو بذاریم برای جای هولدر مسواک و اینا. میتونیم هم از این اکسسوریای جدا استفاده بکنیم، هم هر چی بخوام میتونیم بسازیم براش. پس زحمتشو بکش بیار. پس برم اونو بیارم. من خیلی اوکی ام با این. صد درصد همین، خیلی خوشگل و با کارایی. ولش کن فقط شیرش رو مجبوریم تیز کنیم. ولش کن، میتونیم شیرش رو از این شیرهای چند منظوره ببندیم که همین رو برداری برای جوش استفاده کنیم. آره پس اینو میتونیم رنگ کنیم؟ میشه، ولی فکر کنم بریزه رنگش. رنگش تقریبا با چیز میشه. میتونیم حالا مثلا وقتو داریم باشه. یعنی میدونی پیمان از تمام فضا استفاده بهینه کرده، بعد ساختو الان ما خودمون درست کنیم، یه دارم کابینتشو باید بزنیم، بعد چجوری وصل بشه، همه اینا رو داریم. اینجا فقط یه چالش داریم، شیرنگ اون جای سوراخ شیرشه، شیرش ما رو اجبار میکنه که از این شیرا بگیریم. که نه اشکال نداره. چند منظور چیه؟ چند منظور میگیم که همون هم به عنوان دوش استفاده کنه دیگه. برای تو کابینو بی خیالش بشیم. پس اگه KWS رو بخوای بگیریم، مال آفتابه‌ایش هم کروم بگیریم دیگه. آره دیگه، اونو یه دونه کروم تو این چند منظوره؟ مشکی نداره؟ نه فقط کرومه. شیر آشپزخونه ای نمیتونیم بهش وصل کنیم؟ آشپزخونه یه شیلنگدار؟ برای دوش نمیشه استفاده کرد. اگه بخوای که مشکی کار بکنیم مهم نیست، میتونیم شیرالات خونگی بگیریم. مال روشویشو جدا باید بگیریم، اون پک جدا رو باید بگیریم. ولی من میگم دیگه چون اینو گذاشتیم دیگه نیم این محدوده رو شلوغش کنیم. ببین الان یه چیز مهمی هست اینجا. اگه ما قرار باشه در رو شیشه‌ای بکنیم، یه هزینه در اضافه میشه. بعد مجبوریم کابینت رو درست کنیم، با این کابینت کارمون انجام نمیشه، بعد کابینت جدید بزنیم. نه ولش کن، دلم نمیخواد هزینه الکی بتراشیم، نه واسه شیشه نه واسه کابینت. باش پس این اوکی. شیرشو چند منظوره میذاریم که هم برای روشویی استفاده میشه هم برای دوش. فقط یه شلنگ برای یه توالت باید، یه شیر و شلنگ برای توالت اضافه میشه. تو حالی چند لیتر شد؟ با توجه به جایی که الان داریم دو طرف ماشین، هر مخزنمون تقریبا 135. البته یه مقدار کمتر چون باید این گوشهش پالونی رو از توش در بیارم. یعنی حدوداً 250 لیتر حداقل. 250 هم حالا نگیریم، 240 تا رو 100% داریم حالا. بکنیمش 200 لیتر. چون باید حساب وزن رو هم بکنیم. آره ولی خب من چون این یه فضایی که حداقل دقیقاً بین دو تا گوشه های کشوهای وسط رو گرفتم. این فضای پرته. یه فضای پرته چون این طرفش از این به بعد تابلو برقه، این طرف دکور ماشینم که اجاق گاز دیزلمون هستش. بعد با چیدمان تانک های فاضلاب زیر ماشین برای تقسیم وزن تمام. آره نه آره کاملا الان دو طرف ماشینه، مخزن خاکستریمون وسط ماشین. یه نقشه بکشی تانک های زیر ماشین رو هم همینطوری نشونم بدیم؟ این اگه جلوی ماشین، این اگه خود ماشین باشه،
زیر ماشین. این دوتا فضای چرخ ماشینه، پالونی های عقب. پالونی های عقب. الان دوتا مخزن آبمون اینجا قرار میگیره داخل ماشین. این قسمت وسط مخزن فاضل آبمونه زیر ماشین. زیر ماشین که جای چرخ زاپاس، جای زاپاسمون رفته. اینجا باک ماشینه. این قسمت هم فاضل آب سیاه میشه. خب الان توازن نداریم دیگه. فاضل آب سیاه هیچ وقت نباید پر باشه که. همیشه باید خالی. همیشه باید خالی باشه. من یه پیشنهادی بدم. که حجمش چون زیادتره و حالا مثلا ممکنه تا پر پر بشه بعد بخوای خالیش بکنی وسط ماشین افتاده، چون حجمش از سیاه بیشتر هم هستش. یه پیشنهادی بدم. جان. اینا تو فیلم نباید میگود، حالا بودنش کاری ندارم. بیایم این تانک های آب رو که الان 130 لیتر و 130 لیتر اون طرفه رو بکنیمش 90 لیتر این طرف 90 لیتر اون طرف. خب یعنی از قطرش کم کنیم، هم فضامون بیشتر میشه. ببین قطرش رو اگه بخوام کم کنم باید از این ورش، خیلیه از این ورش باید کم آره. کنم چون این وسط ما ماشین اینجا که نشیمن از داخل دیگه، یه نشیمنمونه یه نشیمنمونم اینجا. خب بله وسط این دوتا کشوهامونه. درست. الان این تانک‌ها دقیقاً اومده لب به لب این شده، یعنی اگه بخوام اینجا رو کوچیک کنم یه راه باریکی میمونه که به هیچ دردی نمیخوره. بهتره که اینجا تانک باشه، ولی میتونم از طول کمش کنم. آها. الان که فضای بار من بیشتر بشه. فضای بار خیلی نمیشه چون این طرف تابلو برقه، این وسط فضای بار شماست. درسته. اینجا هم که اجاق گاز دیزله، یعنی عملا بعد از اجاق گاز دیزل باز اگه چیزی رو خالی بکنم یه باریکه میمونه که باز جای وسیله نیستش. پس هر چی خودت صلاح میدونی. آره. ولی 250 کیلو بار روی اکسل عقب ماشین خیلی میخوابونه، سنگینی داره. انگار مثلا دو تا مسافر همیشه اونجا هست. هر چقدر من کوچکترش میکنم. نه تو بذاره. نهایت من خودم آبو کمتر پر میکنم. الان عرض مخزنم 50 سانته، عمقی که میره تو 45 گرفتم، ارتفاعش هم 60 سانت گرفتم. خب این عرض رو بکن 40 سانت. خب ببین این عرض همونیه که میاد کنار کشو. کشومونو از داخل 10 سانت بزرگ میکنه. نمیشه دیگه چون نشیمن هست. شما عملا دیگه در کشو باز نمیشه. درست میگی. میتونم اینشو کمتر کنم، یعنی بکشونمش باز جلوتر. اینجا اون وقت یه فضای خالی باز داره. مثلا اینجا بیام به جای 40 35 بگیری. اگر که 50 35 در 60 باشه 180 میشه 105 تا. تا چون پالونی هم می‌خوایم در بیاریم تقریبا مثلا شاید بشه 90 تا 90 تا میشه 180 این معقول تره. اینو 35 اش کنم پس. آره 45 بکنیم 35. میخوای بریم رو ماشینم جان؟ آره بریم نشینم. الان مخزن اگه 35 بگیرم دقیقاً میفته پشت این، یعنی اینجا میشه. آفرین اینجوری عالیه. این میشه اینجا، اینم میشه اینجا. عالیه. تا سقفم میره دیگه. تا اینجا. عالی شد. بهترین حالت. اینجا هم که اون کمد چیز میشه. این اینجا رو دیگه پرتوشو گرفتم. از اینجا یه فضای مربع خوشگل برای بار داری. اینجا هم که تابلو برقمون میشه. اونجا مخزن، اینجا تابلو برق. خیلی خوب. این وسط چی میشه؟ یه بارم اینجا توضیح بده. از اینجا کلن شما چیزی نمیبینی، اینجا بسته است، ولی از اون طرف سه تا کشوی عریض رو هم مثل دراور. آره دست شما درد نکن. مخلص. آقا ارادت سلام. سلام آقا حسن، احوال شما؟ خیلی مخلصم، قربونه. شما چطوری؟ خوبی؟ فدات شم. ایام ایدیه زنگ دادم بهت، پیام من دادم. ببخشید من اصلا متوجه نشدم، وظیفه من بوده زنگ بزنم. شرمندم. خوبی انشالله؟ همه خوب؟ قربونت، فدا چند؟ انشالله سال خیلی خوبی برات باشه اما اصلا. چاکرتا، قربونت. اما اصلا جان زحمت داشتم برات. دو تا باک گازوئیل هیوندا میخوام. بله بله بله. برای کی میخوای؟ هر موقع که به من بدی. فردا. چشمت سلامت، یعنی زودترین موقعی که بهم بگی اوکیه من وانتو میفرستم بیا. سریعتر بهت میرم. دست گلت درد نکنه.
نیم آماده است. کاراشو انجام میدم بهت زنگ میدم. دست گل درد نکنه. قربونت برم. ممنونم از دست. من فداتم. چاکرتم. قربون تو خداحافظ. قربونت. قربونت برم خداحافظ. سال سال پربرکتی باشه. برای شما هم همچنین. برای شما هم همچنین. چاکرتم. قربون سلامت باشی خداحافظ. علی زنده باشی خدا. خدا. اون کار ساخت باکو انجام میده. عشق ماشینای آلمانی رو داره. اصلا نیویورک رو اسمش هم سیف کردم. حسن آلمانی باکساز. یه آدم خیلی منظم و با دقتیه و بی نهایت خوشقول. الان امروز ما بهش سفارش دادیم و گفتیم سریع میخواییم. حالا ببین چه روزی به من اطلاع میده که باکا آماده است و بیا ببرشون. اصلا آدم خوشقول گلیست از گلهای بهشت. من همیشه اعتقادم اینه که یک آدم اگه خوشقول باشه ولی از نظر قیمتی بخواد از بقیه جام گرونتر بگیره، باز اون خوشقول، این پول خوشقولیشو داره میگیره. این مهمه. فکر کنم باکا آماده شد زنگ زد. ماشینو میگفت که حتی اتصالات پیچ مهره الان میگم تلفن. بعد یه ببین باکو که سفارش میدی پیشش، میتونی ماشینو ببری همونجا خودش برات نصب میکنه. منتها خب چون میدونه که ما اینجا امکاناتشو داریم، میتونیم خودمون نصب بکنیم. وقتی باکو میفرسته، حالا حتما صدات میکنم اون لحظه فیلمشو بگیر، تمام اتصالات از بستاش، شلنگ رابطی که لازم داره، شلنگ هواش، حتی پیچ و مهره هایی که قرار بستش این باک زیرش رو، همه رو همراه باک برام میفرسته میاد. یعنی من فقط یه آچار لازم دارم که اینا رو ببندم سر جاش. هیچ چیزی قرار نیست از بیرون براش تهیه کنم و ببندم سر جای این ماشین. دمش گرم. رضا جون، با توجه به اینکه من تجربه تعویض باک پاتریوتو دارم، باک فابریکش پلاستیکی بود، 60 لیتر جا میگرفت، عوض کردم 140 لیتر فولادی گذاشتم روش. توی تابستون گرمای اگزوز، گرمای محیط همه چیز رو گرفت و پمپ بنزین هم سوخت. توی اینجا چه سیستمی رو داریم که همچین مشکلی برامون پیش نیاد؟ خب ببین، این ماشین دیزله. خب ماشینای دیزل اصلا کلن سیستم سوختشون با ماشین بنزینی فرق میکنه. تو ماشینای دیزل باکش حالا هر جنسی که هست، معمولا ماشینای جدید به خاطر اینکه وزن ماشین کمتر شده دیگه، همه روی آوردن خودروسازا به باکای پلاستیکی. تو خودروی دیزل مسیر گازوئیل به این صورته که یه پمپ داخل باک هست، یه لوله رفت داره که میره سر پمپ، پمپ فارسونگای خود ماشین، یه دونه برگشت داره. حالا این برگشته کارش چیه؟ ذاتاً ماشینای دیزل باید گازوئیلی که میخواد مصرف کنه گرم بشه، چون ماشین دیزل مثل ماشین بنزینی شمع نداره برای جرقه زدن. در اثر اون تراکمی که به وجود میاره و اون پودر شدن گازوئیلی که احتراق صورت میگیره، پس هرچی گازوئیلی که میخواد بره سر سیلندر گرم تر باشه، اون احتراق بهتر صورت میگیره. برای همین یه لوله برگشت گذاشتن که از سر موتور گازوئیل گرم بشه دوباره برگرده تو باک. یعنی خود به خود خودشون یه کاری کردن که گازوئیل داخل باک هم گرم بشه. این سیستمی که ما داریم الان اضافه میکنیم باک روی ماشین، هیچ کاری به باک فابریک ماشین نداریم. یعنی باک سر جای خودشه، پمپ سر جای خودش، لوله کشی مسیر ریل سوخت و اینا، همه چی سر جای خودشه. ما فقط میایم از قسمت ورودی باک اصلی ماشین یه انشاب اضافه میکنیم به باک دومی که میذاریم. باک دوم ما جنسش آلومینیومه، به خاطر اینکه گازوئیل ممکنه داخلش آب داشته باشه زنگ نزنه و از نظر وزن هم سبکتر در میاد. از مسیر ورودی اون انشاب میگیریم، میاد داخل، همزمان دوتا باک با هم پر میشن. سطح باک دوم ما از سطح باک اصلی ماشین بالاتره. وقتی که جفتش با هم پر بشه، موقع خالی شدن هم چون سطح این بالاتره، گازوئیل این هم سطح طبق قانون ظروف مرتبط هم سطح با هم میان پایین و این چون بالاتره این خالی میشه، ولی تو باک ماشین هنوز گازوئیل هست. تقریبا ظرفیتش نزدیک 150 لیتر در مجموع گازوئیل میشه. اینجوری با توجه به اینکه هیوندا تو هر 100 کیلومتر 7 لیتر گازوئیل میسوزونه، با 150 لیتری که داره تقریبا 2000 کیلومتر. نه 2000 کیلومتر دیگه، هر 100 اگه 1000 تا باشه میشه 70 لیتر، 2000 تا میشه 140 لیتر.
عالی شد که، خیلی خوب شد. پس شما به فابریکی ماشین دست نمیزنید؟ به هیچ عنوان دست نمیزنید. که اگه یه موقع گارانتی اینه بخواد اصلا تغییر بکنه. ما از مسیر ورودی، یعنی جایی که نازل رو شما میذاری که گازوئیل بزنی، از اون پایین اصلا یه تیکه شلنگی هستش، یعنی حتی لوله ای نمیبریم، از اونجا انشاب میگیریم برای باک دوم. دست شما درد نکنه. مخلصیم. من اینجا برات کشیدم. الان چون میخوای که باک گازوئیل اضافه بکنیم، پس عملا اینو دیگه از دست میدم من. درست. بهتره که بیام این مخزن بزرگی که برای خاکستری گرفته بودم، که حجمش 108 لیتر بود. نه، 150 لیتر میشد. میام اینو دو تیکه در نظر میگیرم، یعنی دو تا مخزن کنار همش میکنم. یکیشو کوچیک‌تر میگیرم برای توالت، یعنی مخزن سیاه، یکیشو بزرگتر میگیرم برای خاکستری. اینجوری وزن میفته وسط دهنه، دو طرف هم مخزن های آب هستش، در واقع سیستم توزین وزنمون اینجا درست میشه. ببینم ضریبی داریم که مثلا آب سفید چند برابر آب خاکستری ظرفیت تانکا باشه؟ ولی میدونم که هیچ وقت ظرفیت سیاه و خاکستری جمعاً نباید از سفید بیشتر بشه، یا فرقی نمی‌کنه اصلا چیزی فرمی نداره. نه، قانونش اینه که مجموع این دوتا مخزن ظرفیت مخزن سفیدتو داشته باشه، یعنی این که مثلا اگه مخزن اگه 200 لیتر آب داری، 200 لیتر هم تانک داشته باشی، حالا چه سیاه چه خاکستری. ولی بازم نمیشه اینو مثلا بگیم قانونی هست که باید اینجوری باشه، چون یکی ممکنه از سرویس بهداشتی خیلی استفاده نکنه، شستشوش زیاد باشه، پس عملا مخزن سیاه همیشه خالیه، خاکستری هی تون پر. ولی این ضریبه رو برای اینکه یه موقع مثلا چاهت پر نشه برگرده، این چیزا میگم. خب ببین، ما تمام مخزنمون نشانگر داره، بعد و بهترم هستش برای اینکه همیشه سبک سفر بکنی. شما هر جا که کمپ میکنی بعدش میخوای حرکت کنی، تو اولین جای ممکنه، حالا اگه تو کمپ سایت باشی که خب چه بهتر. همینو میخواستم چون تو کمپ سایت بلافاصله مخزناتو خالی میکنی و راه میری. خیلی این سوال واسه شون پیش میاد که آیا توالت کمپر هم مثل قطار میپاشه تو جاده؟ نه دیگه، توالت میاد میره داخل مخزن. خارج از کشور مخصوصا توی اروپا شما اجازه نداری هر جایی که دلت خواست بری وایسی و پارک بکنی. چرا؟ مثلا یه سری جاها، یه سری جنگل و جای بیراهه هست که اونجا کمپ سایت نداره، مشکلی نداره. ولی مثلا توی شهری میری اجازه نداری داخل شهر توقف کنی، کمپ کنی، باید بری نزدیکترین کمپ سایتی که هست اونجا توقف کنی. حالا این کمپ سایت چه حسنی داره؟ تو کمپ سایت امکاناتی که به شما میدن، اولیش اینه که خب یه فضای کاملا سیفیه برای توقفت، چاه فاضلاب در اختیارت میذارن به خاطر اینکه بتونی مخزناتو خالی بکنی، پورت ورودی برق بهت میدن که دیگه لازم نباشه از منابع انرژی ماشین خودت استفاده کنی، یعنی بس میکنی به 220 اونجا، اون شروع میکنه تبدیل و ماشین از اون برق استفاده میکنه. آب تمیز، یعنی آب سفید لازم داشته باشی، اونجا هست، از اون استفاده میکنی. و امکانات دیگه، مثلا اونجا برای شستشوی لباس ماشین های لباسشویی گذاشتن که شما یه هزینه بابتش میدی، لباساتو میریزی اونجا میشورن، دوباره خوش میکنن. کمسای دو ولش کن. آره. یه برگرد رو توالت. یه سری توی... سوالا که هزاران بار ازم آره. پرسیدن، میخوام ازت بپرسم تو جواب بدی. هیچ مشکلی شما نداری. خیلی راحت فاضلاباتو اونجا خالی میکنی، میره توی چاه. توی ایران کمپ سایت نداریم، مجبوری که ماشینو ببری یه بیابونی، یه چاله‌ای بکنی، فاضلاب رو خالی کنی و روشو پر کنی. حالا فاضلاب سیاه وقتی که اولا که یه سری محلول داره یا یه سری قرص داره که شما میتونی قبل از استفاده از توالت این قرص رو بندازی بره توی تانک فاضلاب. کارش چیه؟ این میاد فاضلاب رو تجزیهش میکنه و کلا همه چی به صورت یه محلول در میاد و با یه بوی خوب اون بوی زننده‌ش رو میگیره و هیچ ضرری هم برای طبیعت نداره. این قرصا رو تو فروشگاهتون داری؟ قراره که موجود بشه. الان نداریم ولی به زودی میاد، ولی همکاران و دوستانی هستن که الان تو ایران دارن این رو، هم به صورت مایه هم به صورت قرص. خب تو ایران چون نداریم کمسات، بهترین راهش اینه که شما بری یه چاله‌ای بکنی، فاضلاب خالی کنی و روشو پر بکنی و همین دیگه. نیست میره توی تانک. اینو با دست خالی میکنیم یا
با کلید برق رو میزنی مثلا خودش خالی میشه. دریچه‌های تخلیه دو مدل هستش، هم دستی هم برقی، ولی من ترجیح میدم از دریچه دستی استفاده بکنم که دیگه ریسک این که حالا برقی گیر بکنه و اینا رو نداشته باشیم. دستیه این پیکانای قدیم یه دریچه یه سیم مثل ساساته، میکشیش دریچه اون زیر باز میشه، یعنی اصلا لازم نیست شما بری دراز بکشی زیر ماشین که حالا مثلا بشه ترشحی داشته باشه بخوای چندشت بشه. آره دقیقا دو تا سیم از کنارهای ماشین از قسمت عقب اینو سیم ساساتای پیکان قدیم میکشی دریچه اون زیر باز میشه، تخلیه که شد دریچه رو میبندی. و بهتره که زمانی که شما از سرویس نمیخوای استفاده کنی، چه شستشو یعنی خاکستری چه سیاه، دریچه ها رو باز بذارین تا اون رطوبتی که داخلش هست خوش بشه، سطح مرطوب نباشه که باعث بشه که باکتری و بو. جنس دریچه ها، جنس تانک های فازلاب موشه؟ فازلاب ما گالوانیزه میگیریم که تا جایی که میشه زنگ نزنه. درست. خدمت شما عرض شود که یه سری توالت های فابریک کمپر هستن که من گوشم با آتو دارم میکشم، یه تانک داره کارتریجی بهش میگه. آره. ببینید. درست زیر توالت فرنگی یه بله. تانک پلاستیکی وصل شده. بله. اونو تو توضیح میدی واسم؟ ببین، اونم مکانیزمش دقیقا مثل توالت‌های پورتابله. روی بدنه همون شکل، همون جوری که ما اون بر برای اجاق گاز دیزلمون دریچه درست کردیم. اونم توالتش طوریه که باید به سمت بدنه ماشین باشه اون محفظه‌اش و روی بدنه یه کارت دریچه داره. دقیقا مکانیزمش عین توالت پورتابله، ولی با این تفاوت که اصل توالت همیشه ثابت سر جای خودشه، فقط مخزنش که پر میشه از بیرون ماشین دریچه رو باز میکنی و اون تانک فاضلابش رو میکشی بیرون. مخزنش 30 لیتر چرخدار و پلاستیکیه، درش بسته میشه. بله. با چرخ این چمدون میگیری دستت میبری میکشی هر جایی که باید خالی کنی، حتی تو توالت عمومی هم میتونی خالیش بله. بکنی. بله میتونی خالی. اما من چون این کار رو دیدم از نزدیک توی بله. کشور اروپایی، چون استاندارد اونه بله، خیلی کار کثیفیه و اصلا جذاب نیست بیره. از اونا استفاده نکنید، باز توی میای یه دکمه میزنی فرار میکنی میری خودش خالی میشه بله. اما توی اون سیستم نه، خوب نیست. باز اگه سوالی به ذهنم برسه میپرسم. خب ماشین آقای امیری که قراره به ما امانت بده که از روش الگو برداری هم کنیم، توسط خودروبر شرکت سروش دیزل قرار انتقالش بدیم، توضیح نداری بدی رضا جون؟ میکروفونم روشنه؟ توضیح بده راجع به مراحل خودرو بعد. آقای امیری لطف کردن این ماشین رو دادن که ببریم برای الگو برداری برای سفر و سفر عقب و حالا تجهیزاتی که قرار نصب بشه، و از اونجایی که این ماشین امانت هستش ما ترجیح دادیم که این ماشین با خودرو بر منتقل شه اونجا، که خیالمون راحت باشه اتفاقی براش نمیفته، بار خودرو برش کنیم بره تا اونجا کارش انجام شه. دست شما درد نکنه. مرسی از آقای امیری که کمک کرد ما یه 20 روز یه ماهی جلو بیفتیم. خب تقریبا شکل نهایی در اومد. اینجا یه سوپرمارکته که این شکلی میاد بیرون، توش ادویه و اینا. این یه در بازشو اینجوری که توش یه طبقه هست، وسایل آشپزخونه رو میتونید بذاریم. اینجا اون چیزی که دارید میبینید دیروز پرنیا اومد درست کرد، اون بند رخت یا دستمال کنار آشپزخونه است که اونم به صورت کشویی اینجوری تو بالاترین حالت کابینت میاد بیرون و میره سر جاش. زیرش سه تا کشو هست، کشو اول کشوی قاشق چنگالاست که باریکتره، کشوی دوم کشوی بشقاباست که یه خورده از اون پهن‌تره، کشوی سوم هم کشوییه که قابلمه توشه که از بقیه اینا بزرگتره. یعنی اگه بخوام درصدش رو تقسیم کنیم، 50% کشو پایینیه، 30% کشوی بالاییه و 20% کشوی بالاییش. بین دو تا صندلی هم اینجا سه تا کشو داریم که هر سه تاش سه تا کشو این دراور که جای وسیله و لباس و این چیزاست. این طرف یه کمد بزرگ، اونجا یه کمد دیگه، اینجا یه کمد، اینجا هم یه کمد، و این کمد بزرگر هم که داریم فکر میکنم خیلی جادار شد، یعنی
جادارترین حالت ممکن رو تونستیم بهش برسیم. علاوه بر اینکه تاسیساتمون هم این پشت اینجا نصب میشه، باز با این حال توی حموم هم یه کمد داریم، اونجا یه سری جای وسیله و لیوان و نمیدونم مسواک و شامپو و صابون و این چیزا، و اون بالا هم که باز جای وسیله هست. بریم ادامه‌اش رو ببینیم.